برو تو استراحت بکنم، یه کاری دارم بیرون انجام میدم، بعد میگردم. فقط اینا برام نگهدارید. دست با یاردم جلو بلیره. 283 اودای چین بی راپورتمون زبر. تمام. برام بگیسوس. پلیس، کپی آچنیز لطفاً. خانم مژگان سهولتی از ایران رفته. اونا میخوان مژگان رو ببینن. گوش به زنگ تماسشون باش. بله گوش به زنگ، ولی بعیده که همکاری بکنه. همکاری میکنه. اون هنوز پریناز رو ندیده. شما از مژگان خبر دارین؟ دلم آشوبه، میگم نکنه من نباید انقدر میمدم دربارش با شما صحبت میکنم. واسه چی دلت آشوبه؟ تو کاریو کردی که من ازت خواستم. نمیخوای درباره ترمو حرف بزنی؟ ترمو مرده. مژگان میکشنت. داوود جان به بچه بگو حاضر باشن، دکتر داره شمارهشون میگیره. به احسان بگو این ممکنه آخرین شانس صحبت کردنم با مژگان سهولتی باشه، حواسشو جمع کنه. این تماس خیلی عادی جواب بده، خیلی عادی جواب بده. پرناز تا دو دقیقه بعدش میاد، بهت قول میدم. بله سلام. سلام خانم سهولتی، من سماواتی هستم، امیرعلی. شمارتونم وکیلتون برام فرستاد. سلام آقای سماواتی. ببخشید من یه سفر ناگهانی برام پیش اومد، مجبور شدم بیام خارج از ایران. من فقط پیگیر نامه که خودتون فرمودین شدم، قصد مزاحمت نداشتم. بله ببخشید من فراموش کردم، الان که اینجا درگیرم برگردم خودم میارم خدمتون نامه رو. اونا من مزاحمتون نمیشم، فقط نگران شدم. شما امری با من ندارین؟ فقط ببخشید من میتونم یه خواهشی ازتون داشته باشم؟ جانم جانم بفرمایید. من مادرم مریضه، فردا وقت دکتر داره، بعد برای عمل قلبش حتما باید بره. فقط من که اینجا گرفتارم، خواهرام استانه. بله. میشه از تو خواهش کنم شما مادرم ببرین دکتر؟ بله بله چشم. اسم دکترش مهناز اکبرپور، فلک اول صادقیه. ممنون میشم ازت. دو دقیقه دیگه. داوود چی شد؟ قد شد. ببینم آدرس اون مادرشو داری؟ آدرس قدیمیه بوده که رفتم، از اونجا رفتم نیست. داوود جان یه زحمت بکش آدرس جدید خونه مادر مژگان سهولتی رو واسه من بفرست رو گوشی. بس در نکن. حالا چی کار کنیم؟ بریم کارایی که گفت انجام بدیم.
چی شد پژمان؟ همه چی مرتبه خانم، ولی فکر کنم یه آدرس بهشون داد. آدرس چی؟ یعنی چی؟ نمیدونم ولی تاشو در میارم براتون. بعد بفهمی تلما کجاست. تلما رو میگه مرده. دروغ داره میگه. بعد مطمئن شی. باشه چشم. چی شد؟ مامان مشگان بعد از اینکه خبر خودکشی تلما رو به امیرعلی داده بی خبر از ایران رفته. خب رفتن مشگان چه ربطی به تو یا امیرعلی داره؟ خب همه چی خیلی عجیب غریبه. اینا نشون میده که احتمال زنده بودن تلما خیلی بالاست. دخترم یکم عاقل باش. حالا که تصمیم گرفتی با امیرعلی بمونی بی خیال این ماجراها بشو. الان باید بهترین روزای تو و شوهرت باشه. چرا هی بر خودتون دغدغه درست میکنین؟ مامان امیرعلی حق داره. منم اگه جاش بودم دلم میخواست حقیقت رو بدونم. معلوم نیست چه بلایی سر تلما اومده. قضیه غرق شدنش همه نقشه بوده. همه شکای امیرعلی درست بود. خب باشه، ولی الان امیرعلی منتظره که تو فقط بری بهش اطلاعات بدی. دیگه هیچکی نیست. من نمیدونم چرا انقدر دوست داری تو خودتای جای اینمون بذاری. این برات مسئولیت میاره، درد و رنج میاره. ول کن بابا، راحت باشه کم. حالا کجا داری میری با این حالت؟ صبا رو باید ببرم دندون پزشکی. همین الانش هم دیر شده. مادر تو رو خدا خودتو اذیت نکن. چشم، سعی میکنم.
یه هاش خانم سلام، دکتر سماواتی هستم. اومدم. سلام. سلام مادر. سلام. خوب هستیم؟ ببخشیم. خیلی ممنون. امیرعلی هستم، شوهر تلما، دوست دخترتون. خوب هستیم؟ اتفاقی برای مشکان افتاده؟ نه نگران نشین، حالش خوبه. آخه چند روز گوشیش خاموشه، بی خبرم ازش، خیلی نگرانم. دلم عین هو سیر و سرکه داره میجوشه. نه نگران نباشین، مثل اینکه خطا مشکل داره یا اینترنت ندارن، ولی حالشون خوب بود. من برای یه کار دیگه مزاحمتون شدم. شما گویا فردا عمل قلب دارین و به من سپردم بیام شما رو ببرم پیش خانم دکتر مهناز اکبرپور. خانم اکبرپور جراحی قلب؟ من که قلبم سالمه، فقط به خاطر کارهای مژگان یه خورده فشارم بالا پایین میشه. میشناسینش؟ آره خانم دکتر رو میشناسم، دوست مژگانه، ولی تا جایی که میدونم جراح قلب نیست. نه خب پس احتمالاً اشتباه شده، شماره رو برای کسی دیگه میخواستن، ما فکر کردیم اشتباهی برای شما. احسان جان سلام، خوبی؟ ریز مکالمات تلفن همراه خانم صورتی رو اسمم پرینت بگیر، آدرس و لوکیشن خانم دکتر مهناز اکبرپور پیدا کن، فکر کنم سمت فلکی صادقیه باشه. باش بفرست رو گوش، منتظرم. قربانت. خدافظ. خب پس زن عملی در کار نیست. موضوع مادرش نبوده، داشت ما کد میداده. به بچه گفتم که آدرس خانم دکتر رو پیدا کنم، بفرستن رو گوش. بریم بهت میگه. چه کدیه؟ ماجرا این دکتر اکبرپور چیه؟ چی شنیدی دیگه؟ مامانم وقت دکتر داره. مامان تو ناراحتی قلبی داره؟ آره الان داره. مثل که یادت رفته خیلی وقت تو زندگیمون نیستی. چرا داری دروغ میگی؟ دروغ نمیگم پشمه. داری دروغ میگی؟ دروغ نمیگم. داری مثل سگ دروغ میگی. چی میگی تو اصلا؟ خفه شو. چرا فکر میکنی همه مثل خود دروغگوان؟ مژگان هممونو میکشن، رحم به هیچ کس نمیکنن، من، تو، حتی پریناز میکشن. اون پرستاره رو دیدی؟ اونم آدم خانومه. به من بگو این دکتر کیه؟ چیکار کردی با زندگی؟ پشم چیکار کرد؟ بعد از تماس شما من به مژگان زنگ زدم، ولی جواب تلفن منم نداد. یه بودن نگران شدم. اتفاقی بود. نگران نباشی خانم دکتر. خانم صورتی اصلا ایران نیستن. حالا یه کار فوری پیش اومده، ما دنبالشون میگردیم. میخوام بدونم امانتی چیزی پیش شما نذاشتن؟ شما داره من نگران میکنید. برای مژگان اتفاقی افتاده؟ عرض کردم که نگران نباشید. مثلا یه چیز شبیه فلش، هارد، نامه ای چیزی پیش شما نذاشتن؟ چیزی دست من امانت نداره، نه. به خدا من دارم راستشو بهتون میگم. مثلا چیزی نگفتن بتونه با ما کمک کنه، یا مثلا مراوده ای با شما نذاشتن؟ بیشتر وقتا که راجع پریناز با من حرف میزد. بعضی وقتا من مریضا میفرستادم پیش مژگان داروهایی که نایابه براشون تهیه کنه. دیگه؟ قرار بود با هم دیگه بریم پیش یه خانمی که تو زمینه انرژی درمانی فعالیت میکرد. اسمش چی بود؟ الان یادم نمیاد. تا حالا خونش رفته بودین؟ خونش که نه، ولی یه بار ماشینش خراب شده بود، من تا سر کوچه رسوندمش، ولی یادمه کدوم ساختمون رفت. جالب. پس لطف کنه آدرس کروکیش واسه من اینجا بنویس. بله چشم. شو بریم دکتر. بریم کجا؟ بریم یه آدرس کروکی از خونش گیر آوردم. خب الان بریم؟ حالا دیگه بریم دیگه. من بیام چیکار؟ حالا شاید یک کمکی کرد. من از کار دارم. ممکنه خونه باشه. رو من میگم تو
همسایه ها نیم بریم این باشه واسه ماست. شما قاعدت مجوز داشته میشه؟ مجوز داری؟ گرمه هاش بچه ها مهم کنم دکتر. شما هستم پیش کنم همون سه خیالم راحت تر اونه دو باید هم نبود. گرفتمش. داود ما تو موقعیتیم. هوای ما رو داشته باش. دورمه دم در گرفتیم. حواسم هست. بچه ها دو طرف کوچه گوش بزنیم باشین تا بهتون بگم. دنباله چی میگردی؟ هر مدرکی که ما رو به این پرونده برسونه. خب کجا رو باید بگردیم؟ تو اگه جای مجرم بودی مدرک کجا قایم میکردی؟ طبیعتا جایی که کسی براحتی نتونه پیداش کنه. مثلا کجا؟ مثلا آره همونش باز کنم. یکی داره میره سمت خونه. سینا سلام داو جان. سینا این نفر داره میاد بالا مشکوک، حواست باشه. مردی یا زنه؟ یه مرده داره میاد سمت طبقه شما. باشه شنیدم داو جان. یه نفر تو تشبیه بریم تو اتاق پشت در بمونید. برم میتونم معرفه کنم بیرون هست. دیدی گفتم الان یکی میاد. نگران نمیشید. مراقب باشید. Thank you.
ببینم سرت بده تو این به من نگاه نکن. آقا من بی تقصیرم. اینجا چیکار میکردی؟ آقا شاهدی بندازش پایین. من بی تقصیرم به خدا. بنداز پایین. یه قدم دیگه بیا جلو چهارگ رفیق رو زدم. آقا من کاری نیستم. آقا رفت نزد صحبت کن. برو عقب. برو عقب دیگه. مواظب باش. برو عقب. آقا برو بگی پایین. آقای عزیز من کاری نیستم. شما حرف نزن. دیگه آروم باش. حرف نزن. آروم باش. من میخوام خیلی سالم و آروم از این درد بدم. خیلی خوب پس مزاحم من باشه. باشه. داره میده بیرون. داره در میده. چرا نرفتی دنبالش؟ چرا؟ بابو جان دیدیش؟ بله دیدمش، تو دوربینای اطراف داریمش، بچه‌هام هستن بگم بگیرنش. نمیخواد دستگیرش کنه، فقط ردشو بزن ببینیم کجا میره. بذار فکر کنه فرار کرده. بله چشم. سعید نامحسوس بیافت دنبالش. برو رو دوربینای خیابونای اطراف. خب چرا دستگیرش نکنیم؟ وقتی این نفره میفرسته اینجا واسه اینکه مدارک رو برداره، حتما مدارک رو ارزش داری همشه پیدا کرد. ببریم جون. بابا بیا بریم، الان یکی دیگر میفرسته سراغمونا. یه چیزی اینجا هست. چیه؟ چیه؟ سوال خوبیه. یه سری فاکتوره. یه سال هفته بیان میتونم چیم به بچه های بسش کنم. یه کده با یه تاریخ 29/7/99. تاریخ عجیبه. چرا؟ چون یه هفته بعد از فوت تلماس 22/7/99 احتمالا وقتی یه نفر فرستادن اینجا و میدونستن که ما اینجاییم، پس اصلا مدارک مهمیه. آقا من یه سوالی دارم، مگه مژگان پیش خانم تو باغ زندگی نمی کنه؟ خب پس این خونه چیه؟ احتمالا خونه امنشه، دور از چشم خانم اجاره کرده. پسره چطوری تونسته اینجا رو پیدا کنه؟ همونجوری که ما پیدا کردیم دیگه، یا از زیر زبون مژگان کشیدن یا رفتن سراغ خانم دکتر اکبرپور. یعنی مژگان رو خطری تهدید میکنه؟ ممکنه. داوود جان. بله. ببین کسی غیر از ما پیش خانم دکتر اکبرپور رفته یا نه؟ بله حتما چک میکنم. حتما هم بهشون بگید اگر کسی اومد سراغشون به ما اطلاع بدن. بله بله حتما. ممنون. ممکنه به اونم آسیب بزنن؟ اینه برای اینکه زهره چش بگیرن هر کاری ممکنه انجام بدن. میشه خواهش کنم این تاریخم بدی چک کنم؟ مهمه. چرا؟ میگم دیگه یه هفته بعد از مرگ تلماست. آقای دکتر چرا فکر میکنی هر چیزی توی این پرونده ربط داره به درگذشت همسر سابق شما؟ آقا نگران نباشی دیگه، ما داریم کارمون انجام میدیم. نگران نباشم؟ 5 دقیقه پیش چاقو رو گذاشته بود اینجای من، داشتم خودمو خراب میکردم، حالا رفت نگران نباشم؟ آقا میگم این دوست صمیمی تلما بود، موقع فوت اون بنده خدا موقع غرق شدنش با ما بود. میگم شاید اگر چیزی اینجا پیدا شد یه ارتباطی به تلما داشته باشه. داوود جان. بله.
هماهنگی لازم انجام بدی برای تفتیش خونه. خدا خیرت بده. بریم دکتر. بریم مشوار برسونم. سرم یه آقا میوسط به یه آقندت افتاده. بفهم. ببخش. بچه شبتون بخیر، خسته نباشید. خدا قربان. کاو جون سلام. سلام علیکم. چطوری؟ ببین ما به یه عددی رسیدیم، ببین چی از توش در میاد. عدد مهمیه؟ نمیدونم، شماره کلاسه داره، تاریخ داره، ببین چی توش میاد در میاد دیگه. باش میدم بچه آمارش در بیار. حواست به بچه ها هست؟ حواست به بچه ها هست؟ حواست به بچه ها هست؟ شب بخیر. خدافظ. احسان ببین عدد رو چی از توش میتونی در بیاری؟ چی هست اینا؟ شد. سلام سینا جان، خوبی؟ قربان شما، متشکرم جانم. سینا جان قمصری دوباره اومده بوده، داره داستان درست میکنه. من با رئیس سازمان صحبت کردم، گفت که بگو سینا فردا قبل اینکه بیاد سمت شما یه سر بیاد اتاق من ببینمش. اتفاقی افتاده جا؟ نه حل، فقط خودت برو از نزدیک باش یه صحبتی بکن. چشم چشم. قربان تو، خدا حافظ. خدا نگهدار. سلام. سلام، خوبی؟ زویا اومده؟ بله اومدم. در اتاق بازه؟ بله. پس به ایشون بگید که ما اومدیم. از این برش. خب سینا جان، چه کمکی از دست من برمیاد انجام بدم برات؟ کامپیوتر بابا اونجاست، یه سری فایل توش هست، ما نتونستیم باز کنیم. تو این شرکت هم به کسی بغیر از تو اطمینان ندارم، زحمتش کردن تو. پسوردش هم گذاشتم 1327، سال تولد بابا. باش
من تلفن میزنم برمیگرد. باشه برو. 1327. الو داوود، شاهین چی شد؟ بچه ها دنبالش کنن، رفت توی محله پایین، رفته توی خونه، گفتم تحت نظر بگیرمش. من یکم دیرتر میرسم. باش، مخلصم، خداحافظ. برو بونت، خداحافظ. سلام. سلام زویه جان، خوبی؟ ممنون. سینا به هم گفت پشت سیستم بشینم. آره عزیزم، میدونم، مشکلی نداره. فقط اون درایوی که به اسم منه رو لطفاً باز نکن. حتما. هر کاری داشتی به خودم بگو. باشه. Thank you.
بفرمایید خانم. راست میگفت، همشون همونجا بود. من همه تلاش خودمو کردم. خوب، همه تلاش خودتو کرده بودی. دکتر چی شد؟ نشد خانم. دو تا کار ازت خواستم، جفتشو گن زدی توش. ولی خانم توی اون شرایط ولی نداره. دیگه با من تماس نگیر، با هیچ کدوم بچه‌ها تماس نگیر. گل فروشی هم نمیخواد بری، خودمون پاکسازیش میکنی. تا وقتی بهت نگفتم هیچ کاری نمیکنی. خانم به جان خودم قسم، من هر کاری میکنم که رضایت شما رو به دست بیارم. از تو بی‌ارزه‌تر ندیدم. خانم من این همه خدمت کردم به شما. منم به تو کم خدمت نکردم. یادت رفت از تو چه منجلابی کشیدمت بیرون؟ اون وقت اینجوری با زندگی بچه‌ها بازی میکنی؟ خانم شما اجازه بده من دو کلمه دیگه نمیخوام حرف بزنی. خدافظ. سینه یه لحظه بیا. این پسورد فایل هست. سازند. نه سازند که نیست. SAZAND. این چهار تا حرف که تکلیفش مشخصه. حروف اول آخر اسم تو زویا. سینا زویا. زویا. میمونه این انودی. این بعد ببینی کی تو نزدیکاتون اول اسمش نون آخرش دال. ممکن اسمش شهر یا جایی باشه؟ بعید میدونم، چون از دو تا اسم نزدیکاشون استفاده کردن. پس باید اینم از اسم نزدیکاتون استفاده کرده باشن دیگه. نون دال. آنا که اسمش آناست. تو شناسنامه اسم مادر تو آناه؟ بله. ببین سینا، من فایلای پاک شده هم بازیابی کردم، حالا بعد خودت وقت بذاری چکشون کنی. اونو که حتما. بعدم این عکسو میبینی؟ این عکس یه عکس ساده است، ولی فکر کنم یه سری اطلاعات توشه. چی توشه مثلا؟ ببین این فایل حجمش زیاده، ولی تو ظاهر یه عکس ساده است. خب چجور میشه بهش دسترسی پیدا کنم؟ باید هشتشو چک کنم. خیلی زمان میبره؟ خب زمان که زیاد میبره. میگم اگه خسته شدی میخوای بزن واسه یه روز دیگه. نه خسته نیستم، کاری ندارم، انجام میدم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی خب، پس من میرم سر بیرون. کجا میخوای بری؟ میرم یه سری کار اداری انجام بدم. باش برو. چیزی خواستی بگو؟ چشم، مراقب خود باش. خداحافظ. خداحافظ. توی اون تاریخی که روی پوشه بود 70-80 تا اتفاق توی کشور افتاده که خیلی به کارمون نمیاد، ولی یه نکته جالب پیدا کرده. توی این تاریخ 280 میلیون تومان به حساب مژگان سلطی ریخته شده که همون روزم یه چک رو پاس کرده. به نظر میرسه مربوط به بدهی شوهرش بوده. خب دیگه تولد و فوتیای اون روزم چک کردم. تولدی که چیز خاصی نداشت، ولی اون روز 971 نفر فوت کردن که یکیشون خانومی به نام الهه ستاری. از کجا فهمیدی؟ این عدد کد ملی همین خانومه و شماره تماسش بدون 912. برای کلا مخلصیم. آزش گیر آوردی واسه من بفرستم. باشه میفرستم. پس در لحظه بسیم. گمان کنه دلم نمی تپد مرا غمی، شکنجه می دهد از این فراق، بریده شدم آنم چو موج غم. به من هر از مزند ساحلت، مرا چو پس مزند چو قایقی شکست باده بانم. خود جدا پشکنم بس بی صدا
خدا کند از خود به خدایم، خدا کند این بی همگان به سر کند، اندوه زمان در این خزان گم گشته کجایم. شکستم پرنده ای به دور از آشیانم، ورق ورق خزان گرفتم رمق رمق، زجان گرفتم چو دردیم کلای استخوانم.